به چهره دلنشین شهاب حسینی نگاه میکنه، دوست داره فقط وایسه توی قابی که بتونه ببینش و ما هم داریم همین کارو میکنیم. الان دوباره ما هم تو کاتش که دوباره به شما سلام کنیم که بگیم اینجا سینما فلسطین و شهاب حسینی روی سن این سینما داره ورکشاپ دو ساعتش رو تقریبا به پایان میبره. ورکشاپ خوبی بود، یه سری حاشیه کوچولو موچولو هم داشت، ولی اصلش این بود که شهاب بیشتر درد دل کرد با جوانایی که میخوان وارد سینما بشن. با ما همراه باشین و این گزارش رو از دست ندین. مرسی. اگر میخوان فیلم بسازین در جهان فکر کنن، اندیشه جهانی داشته باشین. چون سوالا بله حتی من 20 سقه تحقیق کردم، آقا 20 سقه بیشتر هم هست. خب 20 سقه عزیز ببخشم، من الان اصفایی میکنم آقای حسین، ضمن خسته نباشه خدمت شما و همچنین همه عزیزانی که خیلی منظم عرض میکنم سوالات رو، چون عزیزان زحمت کشیدن به صورت مکتوب یه حجم زیادی از سوالات رو زحمت کشیدن. ما بفتیم حالا چون دوستان نه بفرمه خواهش کنم. کوچیک شما، من کوچیک شما بچه هرها که مستم زنده باشه انشالله. اومدن کارگاه بازیگری، من دانشی رشته بازیگری هم اومدن بازیگری یاد بگیرم. دو ساعت من نشستم و خیلی دوستتون دارم، دستتون رو میبوسم، ولی شخصیت شما، بازی شما، من علاقه‌مند بازی شما، ولی دوست دارم تخصصی رو بازیگری صحبت کنیم. دو ساعت مجال کافی نیست، اشتباه نکن. نه همون چیزی نه. ببین چیزایی که بهت گفتم، چیزایی که بهتون گفتم، اینا آسیب شناسیه. شما تا متوجه نشید آسیب‌های حرفتون کجاست، به مثابه یک استعدادی میمونید که به هدر خواهید رفت. خب من دانشجو بازیگری هستم، هستم 8 سالم قبل از این تئاتر کار کردم، هر جا رفتم وایسادم همه اینا رو صحبت کردم، این اتفاق افتاد، اون اتفاق افتاد. چشم محبت کنید. من بله خودم بخونم پاسخ بدم. در مورد این چیزی که شما فرمودین، بله تکنیک های زیادی وجود داره. اول اینکه به هر حال شما 8 ساله دارین تئاتر کار میکنین یا هر چیزی، الان ناراحتیتون از اینه که چرا زحماتتون به ثمر نشسته؟ چیزی به درد بخور گیرتون نیومد؟ من گرفتم که استیون منکوین فقط سر شاهد همون یه لحظه. بله، شما اگر اون کار رو در کارنامه بازیگریتون بتونین انجام بدین، در حد استیو منکوین رشد خواهید کرد. دوست عزیز اجازه بدین ببینید هر فضایی قوانین خاص خودشو داره و اینکه شما نظرات شخصیتون اجازه بدین دارم صحبت میکنم. دو ساعت زمان مناسبی برای صحبت کردن، یک اقیانوس رو در یک استکان نمیشه جا داد. اجازه بدین. نه دنبال تشریف آقا کارگاه به معنای چی عزیز من؟ من الان به شما اجازه بدین، من الان از شما بخوام که شما بیاین اینجا ازتون تست بازیگری بگیرم، شما راضی؟ نه. پس چی؟ پس من باید به شما چی بگم؟ من دارم از اندیشه با شما حرف میزنم، چیزی که شما رو تا الان کشونده اینجا. شما دنبال ظواهرین، من دارم از باطن با شما صحبت میکنم، از چیزی که تو این مملکت، از چیزی که در هنر این مملکت لااقل اگرم وجود داشته رشد پیدا نکرده، به خاطر که همش درگیر حاشیه بوده. به زحمتت احترام میذارم. خود من سالهای زیادی نیست جان، خدا هممونو انشالله رحمت کنه، روح هممون شاد. من هم پدرم به رحمت خدا برم نشوید. منم اونجا خدمت رو برم نشوید. الان سوال ها رو میخونم، الان سوال ها رو میخونم. چشم، الان سوال سوالی داری که بخوای بپرسی من جواب بدم؟ تکنیک نظر شما یعنی نه، خواهش میکنم
دوستان خواهش میکنم ببینید، اصلا ایشون حق داره، ایشون الان احساس میکنه. اجازه بدین، نه اجازه بدین آقا، من همین الان راجع به تحمل شنیدن نظرات مخالف صحبت کردیم. من به ایشون احترام میذارم، سالهای دوری نیست که مثل ایشون با عشق و انگیزه اومدم کار کردم. ولی این دوست عزیز من، همین تالار آینه در تالار مولوی شاهده که در سال 1300 و بین 1372 تا 74 دو سال ما هر روز ساعت 6 صبح می آمدیم در تالار آینه تمرین یک تئاتر دو ساعت و نیم سه ساعت را می کردیم. انگیزمون دو تا اجرا بود در جشنواره دانشجویی، دو سال برای دو تا اجرا. این زحمتی که شما می فرمایید ارزشمنده. من از چیزی که امروز دارم با شما صحبت می کنم که ممکنه تو دوست عزیز من، تو برادر گل من، پیش خودت تصور کنی خب اصلا این یارو که الان اینجا نشسته چه غمشه ها، یا احساس کنی مثلا خر مراد و سواره، ولی اینجوری نیست. ببین روزی که برسی اینجا دردهایی رو با خودت حمله میکنی که دیگه اجازه نمیده تو از خودت لذت ببری. از اینا من دارم من اتفاقا داشتم فکر میکنم خدای من چی بگم تا دو ساعت از بازیگری چی میشه گفت. زن بهتره که ببینیم به جای اینکه بازیگری رو تحلیل بکنیم، ببینیم برای بازیگر بودن چه شرایطی لازمه. یک انسان، آقا شما میخوای ورزشکار بشی باید بری تمرین کنی، بعد ممکنه هر انسانی برای هر ورزشی استعداد نداشته باشه. این هم یک خاصیت هایی رو میطلبه، یعنی شما باید از نظر فکری، از نظر روحی، از نظر جهانبینی، از نظر ایدئولوژی، از نظر همه اینها باید دارای یک تألیف درونی باشی و بتونی در این عرصه قدم برداری. اون وقتی که میتونی با یک نگاهت دل مخاطبتو بلرزونی. لازم نیست بری مثلا یک صحنه حسی پر گریه و پر احساس رو بازی کنی. بعضی وقتا یک نگاه. فیلم خانه روی آب رو دیدی؟ دیدی؟ اون فیلم رو ببین. خانه روی آب، سرکار خانم رویا نونهالی برای بازی کردن در یک سکانس فکر میکنم جایزه گرفتن. آقا بنده سریال 800 قسمتی بازی میکنم ازم تقدیر نمیشه، ولی خانم نونهالی یک سکانس بازی میکنه ازش مگه تو اینو نمیخوای؟ مگه تو نمیخوای که موفقیتت بده، یعنی در واقع به ثمر برسی؟ مگه اینو نمیخوای؟ خب اگه اینو میخوای، دارم من به سهم خودم با بضاعت اندک خودم، من که خدایی نکرده خدایی نکرده چی گفته؟ به خدا قسم من با کسبت یک کارآموز هنری اومدم اینجا نشستم. من نیومدم به کسبت استادی، نیومدم اینجا که بخوام به شما چیزی یاد بدم. من خودم چیزی بلد نیستم بخوام به شما یاد بدم. نه اینو جدی دارم میگم آقا، واقعیت اساتید میدونی کیا هستن در این عرصه؟ میخوای پیداشون کنی؟ همشون یه جان قطعه هنرمندان به زهره. آدم تا زمانی که سرپاست نفس میکشه و زنده است دانش آموزه، کار آموزه. پس خواهش میکنم به من خورده نگیر و من عذرخواهی میکنم اگه احساس میکنی وقت تلف شد. بضاعت من همینقدر بود. این فرم نظر سنجی کارگاه شهاب بود که ایشون راضیم. ایشون هم خیلی راضی هم دو ساعت و نیم صحبت، ولی سالن پر بود تا آخر. من از حوصله اونایی که نشستن گوش کردن تشکر میکنم. هرچی هم گفتم آقا به قول معروف از دل بود، انشالله که بر دل هم بشینه. یعنی اینا به نظر خیلی اینا تجربه هایی که من بازیگر تکنیکال دانشگاه رفته و عرض به حضورتون تربیت شده ای نیستم. این حرفه رو همواره با حس باش روبرو شدم و اینا چیزایی بود که الان حس کردم و گفتم. یه حاشیه کوچیکم بوده که بهت اعتراض کردم، با صبر و حوصله بهش جواب دادم. امروز اون بخش میگم صبر و حوصله، البته خودم جفتمون آمپرمون زد بالا ولی اب نداره، قشنگه خاطره میشه. مرسی. سلام. چی شالی بود؟ خیلی خوب بود. منم خوب از آستارا میام، از شهرستان آستارا میام. یکی دو تا دوستام هم از آستارا بلند شد اومده بودن اینجا.
بعد الان بعد اکرام میشو یه موقع ورکشاپ بود، یعنی تداخل داشت دیگه. من ورکشاپ برای من خیلی اهمیت داشت، آقای شاه حسینی خیلی هم شیوا و خوشبیان صحبت کردن، ازشون استفاده کردیم و درد و دلی کردن که اون درد و دل مال ما هم هست، ولی کیه که به این درد و دل گوش کنه؟ نسبت به اون تایمی که تو بودیم، زمانی که تو بودیم و حرفی که میشد زده بشه به نظر من خیلی خوب بود. یه سری حرف رو زد، آخرش هم خودش برگشت گفتش که ما اول باید اندیشمون و فکرمون رو درست بکنیم تا بشه کار خوبی انجام داد. به نظر ما فیلم سازین یا قرار بازیگرش؟ من فیلم سازم. خیلی مخلصم. شما برد خواهش. شما مدیر برنامه شونی؟ من موضع دارم نسبت به مخاطبای سینما که یک هنرجوی سینما بلند میشه صحبت میکنه و از دور داد میزنن دست میزنن خفه شو. نه اینو نگفتن ها، من تو سالن بودم سومین باری که آقا مرتضی پاشا دادن سر. اگه شما نشنیدید من شنیدم. من با این موضع دارم، مسئول کسی که اونجا هست اجازه بده. من آقا من بچه عصبی، من الان عصبی ام، ببخشید. من با این موضع دارم، کسی که مسئول این جلسه است بلند میشه میاد جلو ایشون وای میسه میگه ایشون رو تشویق کنید بشینه. هزینه من وقت منه، وقت من طلای منه. من وقتم بهترین هزینه منه. دنبال چی میگردی خب؟ تخصصی تر باشه. حالا شما کلاس بازیگری استاد سمندریان و آقای تاروخ رو برین تخصصی کار میکنه. منی که پدرم به رحمت خدا رفته، منی که روز هفتم پدرم سرطان داشت، روز هفتم پدرم رو صحنه تئاتر همه میگفتن داری خوب بازی میکنی، من کمدی کار کردم. روز هفتم پدرم یه سری از بستگان من گفتن که آقا تو بی خود این کارو کردی، ولی من تکنیکی برخورد کردم و رفتم اجرای جشنواره من بود، اجرامو رفتم. آیا به نظر شما من کار غلطی کردم؟ خب من کاری ندارم، من میگم تو الان دنبال تکنیکی برو کلاس بازیگری. اینی که تو مترو کار میکنم برای رسیدن به هدفم بازیگری، چون با مردم میتونم ارتباط برقرار کنم، چون با مردم میتونم اون تکنیکا بهشون بدم، تکنیک بگیرم، اکتشون رو ببینم. من با این چیزا مشکل ندارم. من با این مشکل دارم که آقا تو کارگاه بازیگری که من اگه بخوام برم 4 میلیون تومان بدم با آقای ایکس با آقای ایگرگ، اون 4 میلیون تومانی که من با کارگری به دست آوردم چجوری میتونم، چجوری میخواد بهم بگه، چی رو میخواد بهم بگه؟ من همینو میگم دیگه. خب تو الان پس الان فهمیدیم که تو خودت هم نمیدون دنبال چی میگه. 4 تومن میگم من دنبال بازیگری ام، من دنبال هنرم. میگه من 4 تومنم بدم به چیزی دست؟ روشنایی ام آقا، من دنبال روشنایی ام، من دنبال نورم، من دنبال عشقم ام. من از عراق بلند شدم اومدم تهران فقط به خاطر عشقم. بری بالا بری شاه حسین برو بالا. آقا این دوستمون اومده که با شما یه خوشاوشی بکنه. علی تو عاشقی، من میدونم که تو موفق میشی. عین بنز کار درسته. ناراحت که نشدی ازش؟ شب نه بابا، این عشقه. اصلا هم که چهره میشه ناراحت شد. شیرین جذاب. من نوکرتم. نفرمایید شما آقای عزیزم. حرمت دارم. من حالا شما خوبه؟ عکس یادگاری داشت. خب من الان بفرمایید وظیفه تکلیف بعدیم چیه؟ الان مصاحبه. آره با اینم خیلی متشکرم که بازم به ما لطف کردید.